با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان و سپاس از اینکه بیننده برنامه های تلویزیون ایران فردا هستید همان گونه که در آخرین برنامه آن سوی خبر در شامگاه دوشنبه شامگاه جمعه هفته گذشته وعده کرده بودیم مجددا با سلسله برنامه های بررسی مطبوعات ایران به خانه هاتان بازگشتیم در واقع برنامه خبرها و نظرها و یا هر عنوان دیگر از جمله آن سوی خبر از شیوه کلاسیک خبرخانی جمع خواهد شد و حسب برنامه ریزی های جدید در راستای امکانات موجود تلویزیون ایران فردا تا اطلاع ثانوی تصمیم بران است که همراه با شما پنج شب در هفته از دوشنبه تا جمعه با برنامه بررسی مطبوعات هر روز ایران در ایران فردا با نام همیشگی صفحه یک مهمان خانه های شما باشیم پس در این راستا از امشب سوم ماه می برابر با چارده اردیبهشت ماه ایرانی بسته های خبری تلویزیون ایران فردا با کاوش و خانشی بر روزنامه های پرشمارگان کشور همراه با چند گزارش تفصیلی روز از وقایع مهم جاری جهان و ایران تقدیم حضور شما بینندگان عزیز خواهد شد تا سرفصل اهم عناوین اخبار برگزیده امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت باستاب تهدید تازه سرلشکر فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران علیه توافق هستهی با مشروط کردن هر گونه تعافق به تصویب نهادهای حقوقی در ایران گزارش های زد و نقیز از حضور نظامیان پیاده نظام ارتش عربستان در یمن همزمان با تکذیب رسمی از سوی این کشور پادشاهی هرچه بسته تر شدن فضای سیاسی ایران با موجی از تهدیدات تازه جهت ممانعت از سخنرانی علی متحری در مشهد و رفسنجانی در دانشگاه امیر کبیر و اعتراض رسمی فاطمه کروبی از ادامه وضع حصر مهدی کرروبی همچنین موج بیوقفه کشف فسادهای دامندار از عهد احمدی نژاد با تازه ترین افشاگری رئیس قوه قضایی از یک فساد 32 میلیارد دلاری در وزارت علوم احمدی نژاد و بالاخره واکنش ها به اظهار موضع جان کری مبنی بر اینکه بازرسی ها مستمر و دائمی است سرفصل اهم مطالب و اخبار منتشره در مهمترین رسانه های اصلی در ایران بود که بخش های از آن را همراه با چکیده های از گزارش ها و گفتگوها به سمع و نظر شما بینندگان عزیز خواهم رساند همینک مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند رویداد کوتاه و پس از آن میکاویم آخرین تحلیل های منتشر در رسانه های تهران فرمان پرشرط و شروط فرمانده نیروی مسلح به مردان مذاکرات هسته‌ای بر صدر رسانه های داخلی و خارجی جای داشت. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتشار پیامی خطاب به مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران به بیان الزاماتی پرداخت که به عیله وی باید در هنگام تنظیم توافقنامه نهایی ایران و قدرت‌های جهانی مورد توجه قرار بگیرند بخشی از این پیام که یک شنبه 13 اردیبهشت یعنی دیروز منتشر شد تأکید دارد که هر گونه اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران بایستی منوط به تصویب مراجع رسمی و قانونی در کشور باشد در پیام آقای فیروزآبادی بر ممنوعیت ورود و نفوذ به حریم امنیتی و دفاعی به بهانه نظارت و بازرسی و لغو کامل و یک جای تمامی تحریم ها همزمان با انعقاد توافق جمهوری اسلامی ایران با پنج به علاوه یک نیز تأکید شده است خبر دیگر از منطقه گرم و تابستانی تگزاس آمریکا که در واقع تازه ترین خبر در بین اخبارهای تنظیم شده ما بود مجددا ماجراهای های کاریکاتور های مرتبط با پیامبر اسلام و بروز تیراندازی های پراکنده پس از نشریه شارل هبدو بر اساس اخبار منتشر در رسانه های بین الملل دو مرد مسلح در حاشیه کنفرانس کاریکاتورهای اسلام کشته شدند. پلیس نیز میگوید که دو مرد مسلح پس از تیراندازی در بیرون محل برگزاری کنفرانسی در حومه شهر دالاس آمریکا که در آن کاریکاتورهای پیامبر اسلام عرضه میشد کشته شدند. از تگزاس به ترکیه باز میگردیم و میخواندیم که مشاوره رجب طیب اردوغان در انتقادی سخت از سیاست های مداخل جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه در اظهار نظری قاطعانه میگفت که ایران بیش از سهیونیسم به جهان اسلام زیان رسانده است حدود یک ماه پس از سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران امرالله ایشلر مشاور ویژه ای آقای اردوغان ایران را متهم کرد که با اقداماتش در سوریه و یمن ضرری که به جهان اسلام زده بیشتر, بیشتر از ضرری است که صهیونیسم طی دهها سال به جهان اسلام زده است آقای ایشلر در مصاحبه با روزنامه عرب زبان الحیات که یک شنبه سیزده اردی بهشت منتشر شده بود گفت که ایران به دلیل نگرانی های مذهبی و سیاست های ایدئولوژیک خود ضمن حمایت از حکومت بشار اسد به سوریه نیروی زام کرده و با این کار آبرو و جایگاه خود را نزد مردم مسلمان از دست داده است. مشاور ویژه رئیس جمهور ترکیه همچنین ایران را متهم کرد که به گفته او به سوی سیتره بر پایتخت های عراق، سوریه و یمن رفته است. حتی به قیمت نابودی این پایتخت ها آقای ایشلر با اشاره به آخرین اظهارات و سخنان قدیمی علیرضا زاکانی یکی از نماینده های تندرو و اصولگرای مجلس تهران اشاره می کرد که ایران با کشاندن یمن به جنگ داخلی و با کمک به حوسی ها احساسات امت اسلامی را بار دیگر جریه دار کرد علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس سال گذشته از در اختیار گرفتن کنترل صنعا پایتخت یمن توسط حوسی های شیعه به عنوان فتح پایتخت چهارم برای ایران نام برده بود و در ادامه با خبری از موج فضاینده جدلهای جناهی با تازه ترین حجمه ها علیه هاشمی رفسنجانی از سوی دفتر مصباح یزدی مبنی بر اینکه هاشمی می از طریق بیت امام فتنه کند حسین جلالی رئیس دفتر محمد تقیه مصباح یزدی گفته مهره های اکبر هاشمی رفسنجانی سوخته اند و آقای هاشمی به دنبال این است که فتنه آینده را از طریق بیت امام پیش ببرد آقای جلالی افزود رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام به خاطر فرزندش مهدی هاشمی به کل انقلاب پشت کرده است وی با انتقاد از موازه هاشمی و رفسنجانی می گفت که کسی که امروز به جانشین و نائب برحق امام زمان منظور خامنه ای نبگوید دیگر موحد نیست برنامه ادامه دارد و با این چند خبر اصلی و کوتاه همینک مروری خواهیم داشت بر چکیده اهم مطالب منتشره روزنامه ها با گزیده ای از گزارش ها و گفتگوها و چکیده ای از آخرین تحلیل های سیاسی در روزنامه ها و رسانه های امروز ایران در ایران فردا همانگونه که در صدر اخبار دیدید و شنیدید واکنش ها به تازه ترین اظهار موضع جان کری وزیر خارجه آمریکا در ایران گسترده بود و به مسابقه تیترها و همینطور مقالات و سایر مدل نوشتاری در روزنامه ها روزنامه های مختلف و متنوعی انتشار یافت در این میان روزنامه های تونرو و رادیکال نزدیک به اصولا منویات رهبری ایران با واژگانی تند و تیزتر به این موضوع پرداختند و به این موزه تاختند از جمله روزنامه وطن امروز نزدیک به تیفی از تندروهای فرقه مسباهیه و مردان سابق محمود احمدی نژاد بخش بیشین صفحه یک شماره امروز را به این موضوع اختصاص داد همان گونه که می‌بینید جان کری وزیر خارجه آمریکا را نشان می‌دهد که با سگی سپید آماده دست دادن است که انتخاب این تصویر طبعا در فرهنگ ایرانی میتواند اهانتی آشکار به مردان مذاکره هسته ای نیز باشد و این روزنامه با دو واژه بازرسی ابدی همراه با جان کری و یک سگ سپید سفارایی شد که به اظهار نظر کری انتقاد داشت و به گونه ای اظهار نارضایی آشکار علیه تیم هسته ای نیز بود در این میان روزنامه کیهان که عمدتا دیدگاه های آیت الله علی خامنه ای رهبری ایران را منعکس می کند نیز بسان سایر روزنامه های همسو با گروه های با واژگانی تند و تعن آمیز خطاب به حامیان بهبود روابط با جهان در روتیتری اشاره می کرد که زوق زده ها تحویل بگیرند و به نقل از جان کری در تیتری برجسته تر می که بازرسی از ایران همه روزه و ابدی است این روزنامه وابسته به نهاد رهبری ایران یادداشت اصلی را نیز با عنوان دولت با این خطا چه می کند به سیاست هسته روحانی انتقاد می کرد و ابراز گلایه می کرد که از گروه هایی که نفس این میزان هزینه برای نیروگاه های هسته ای را فاقد پشتوانه منطقی و اقتصادی میدانند با طرح این پرسش که آیا برنامه هسته به هزینه های اقتصادی آن میارزد معتقد بود که این پرسش از اساس غلط است و بعضن به شکل مقالطه به افکار عمومی پمپا شده است همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با مروری کوتاه بر خبرها همزمان کاوشبر بین خطوط روزنامه های منتشر در ایران دو خبر عمده که در فضای دانشگاه ها که حکایت از اوج جدال های جناهی در دو سوی قطب قدرت ایران داشت به ممنوعیت متحری و هاشمی برای ورود به دانشگاه ها مربوط می شد. از جمله در تجمع دانشجویان بسیجی دانشگاه امیر کبیر اعلام شد که رفسنجانی سنجانی اجازه سخندانی در این دانشگاه را ندارد به گزارش خبرگزاری فارس جمعی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر ظهر دیروز یک شنبه با تجمع مقابل دفتر رئیس این دانشگاه اعتراض خود را نسبت به حضور هاشمی رفسنجانی سنجانی در این دانشگاه و سخنرانی وی به مناسبت روز معلم اعلام کردند. دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پلاکارت هایی با این عناوین که حمایت از فتنگر خیانت است به رهبر خواستار لغو سخنرانی علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این دانشگاه شدند در سوی دیگر در موج جدید جنجال ها علیه نیروهای منتقد به اصول رایان یا نزدیک به طیف دولت بسیج دانشجوی مشهد نیز تهدید کرد که آقای متحری به اینجا نیاید شما فردی بیبسیرت و بازی خورده جریان فتنه آمریکایی اسرائیلی هستید بر اساس گزارش های منتشره شورای تبعین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های مشهد در واکنش به حضور علی متحری در همایش بزرگ داشته مقام معلم در ایران در نامه سرگشده که منتشر کرده بودند به این سخندان هنوز به مشهد نرسیده اینگونه گونه تاختند در این میان روزنامه آرمان مطلب اصلی شماره امروز خود را به این دو موضوع اختصاص داده بود این روزنامه با درجه تصویر مقموم از علی متحری که پیشتر در شیراز از سوی شبهنظامیان نظامیان نزدیک به طیف رهبری ایران ضرب و شهد شده بود نامه سرگشاده به این نماینده مجلس را تیتر اصلی آراست و در دو کلمه به نقل از بسیجیان خطاب متحری می نوشت که مشهد نیا در همین رابطه روزنامه ای آرمان که نزدیک به طیفی از مردان کارگزار و عملگرایان اسبق نزدیک به هاشمی رفسنجانی است در تحلیلی به قلم محمد رضا خباز معاون پارلمانی حسن روحانی میپرسید تهدید چرا و نامه سرگشاده بسیجیان در مشهد را غیرقانونی خواند معاون رئیس جمهوری ایران با ذکر نیکیهای مورد نظر نظام خمینی که مترتب حال خاندان متحری است اشاره میکرد و مینوشت که اگر فرزند متحری آن هم در هفته معلم در داخل دانشگاه نتواند سخن بگوید باید پرسید چه کسی میتواند ابراز نظر کند این مقام دولتی خواستار آن شد که مسئولین استان خراسان بایستی با شناسایی این افراد تون رو برخورد قانونی کنند ورق میزنیم با روزنامه دیگر افشاگری ها در عرصه فسادهای سازمان یافته در طبقات مختلف نظام جمهوری اسلامی با تازه ترین افشاگری در واقع مقامات مسئول مجددا صدر نشین رسانه های تهران بود همان گونه که در صدر اخبار اشاره نمودیم اکبر اعلمی نماینده مجلس پیشین مجلس از, از فساد و زمین خاری ستن از نمایندگان زوب در محضر ولایت پرده برداری نمود این در حالی است که روزنامه شرق مطلب اصلی و عنوان اصلی صفحه یک شماره امروز را نیز به کشف میلیاردها اختلاس و فساد در دولت احمدی نژاد اختصاص داد شرق خبر میداد که رئیس قوه قضایی ایران دستور تعقیب متهمان فساد 32 میلیاردی در وزارت علوم احمدی نژاد را صادر کرده است این بار رد پای فساد به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم رسید آن هم در دوره ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت روزنامه میان روی شرق در شرح جزئیات کشف این لانه فساد مالی پرده از نامه‌ای برداشت که 125 نماینده فاسد از فرجی دانا وزیر وقت علوم تقاضا کرده بودند که نسبت به ابقای مرادیان در مقام ریاست صندوق رفاه دانشجویان اقدام کند ولی در کمتر از 24 ساعت حکم برکناری این مقام از سوی وزیر علوم وقت امضا شد مرادیان پیشتر رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل بود شرق در تحلیل پایانی خود نتیجه می گرفت که عمده دلیل قربانی شدن فرجی دانا وزیر علوم روحانی همانا برکناری این مقام مالی فاسد در آن هنگام بود در ادامه مطلبی تا حدودی متفاوت باز از روزنامه شرق برگزیدیم که به نزاعهای پیشا انتخاباتی چراهای سیاسی ای تازه کنار میزند روزنامه شرق در تحلیلی به عنوان رسالت نیمه تمام ناطق میکشید با تحلیلی از فراز و فرود زندگی اکبر ناطق نوری از وی به عنوان رقیبی معتدل همسو با اصولگرایان اما نسخه اصلاح شده ترسیم نماید ادامه برنامه فاز تازه ورود نظامیان به عرصه هسته‌ای که با گسترده ای در رسانه‌های داخلی و خارجی داشته است در این میان روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان تذکر سردار به تیم هسته به باستا به اظهار موضع هسته ای این مقام ارشد نظامی تحت امر رهبری می پرداخت که لحنی تا حدودی آمرانه داشت بنابر گزارش روزنامه اعتماد سرلشکر فیروزآبادی معتقد است که به یقین آمریکا در تمامی بندهای مورد توافق در سه افق ده پانزده و بیست و پنج سال برنامه های را تنظیم کرده است که تحولات آینده ایران را در قالب آن پیش بینی و مدیریت نماید. ادامه می دهیم با موضوعی دیگر و روزنامه های دیگر از جمله موضوعاتی که روزنامه های اصلی کشور نیز به آن پرداختند همانا استانی شدن انتخابات پیش روی است. روزنامه ایران ارگان دولت در مطلب اصلی شماره امروز خود از مخالفت وزارت کشور با این طرح استانی خبر می‌دهد. در این راستا سایر روزنامه ها نیز تا حدودی به این موضوع پوشش گسترده دادن در هر روی به نقل از روزنامه ایران روزنامه‌ای که وابسته به یعنی ارگان دولت هست این روزنامه به نقل از سخنگوی وزیر کشور می نوشت که یعنی سخنگو معتقد بود که با اجرایی شدن طرح استانی انتخابات مجلس میزان مشارکت مردم در عرصه انتخابات کاهش پیدا می کماکان بیننده برنامه خبری تحلیلی صفحه یک هستید که با گزیده ای از اهم مطالب منتشره در روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا خانشی دارد بر خبرها و کاوشی بر یادداشت های روزنامه ها از جمله موضوعی که در هر دو طیف روزنامه های امروز باستا به گسترده داشت طرح تجزیه برخی از کشورهای آشوب زده در منطقه خاورمیانه است از جمله روزنامه ابتکار مطلب اصلی شماره امروز خود را در صفحه یک به این موضوع اختصاص داده در عنوانی از چاقوی تجزیه گردن خاور میانه خبر داده بود این روزنامه نزدیک به طیف اصلاحات از پرونده ویژه ابتکار برای بررسی پنهان غرب به منظور تجزیه ی سه کشور عراق، سوریه و یمن پرده بر داشت و در بخشی از این نوشتار به نقل از محسن رضایی مدعی شد که برای تجزیه این سه کشور برنامه ریزی شده است تا اینجا همه مطالبی بود که روزنامه ابتکار منتشر کرد جالب توجه که نویسنده این روزنامه نزدیک به تیفی از تحول خواهان. البته هیچ اشاره‌ای به رقابت‌های منطقه‌ای بی حد و حصر نظام جمهوری اسلامی با اعزام نظامیان به سوریه و عراق و یمن نکرده بود که خود این مداخلات منشه اصلی دامن زدن رقابت های منطقه ای گردد. و در پایان از جمله رویدادهایی که در هیچ روزنامه و رسانه ای نیز رسانه های تهران البته حتی به زبان نقد باستاب نداشت همانا شکست سیاست خارجی نظام فقها بود تا جایی که گروه حماس نیز از ائتلاف کشور پادشاهی سعودی علیه شورشیان حوسی های تحت حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرد و عملا در دومین موضوع منطقه ای پس از سوریه روی روی سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار گرفت گروهی که در واقع بنیاد حیات سیاسی خود را وامدار کمک های جمهوری اسلامی است اما سریحاً به مخالفان سیاست های مداخل گرایانه نظام ولی فقیه تهران برخواست بر اساس گزارش های منتشره هماسی ها در حمایت این گروه از اعتلاف سعودی ها علیه حسیا اینگونه گفتند که اجازه نمیدهیم غیر عرب در یمن دخالت کند با ایران رابطه داریم تا زمانی که به ما کمک کند و با این رویداد وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و صفحه های تازه ای از برنامه صفحه یک و بررسی روزنامه های هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود